سلام دوستان، وقت همگی به خیر. جلسه دوم مبدل DAC رو شروع میکنیم. این جلسه بریم ساختار دو مدل از مبدل های DAC رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که از چه بخش هایی تشکیل شدن. قبل از اینکه من ادامه بدم، شما میتونید با مراجعه به سایت aparat.com و کانال lpcarm.ir ویدیوهای قبلی رو ببینید و همینطور با مراجعه به سایت من به نشانی lpcarm.ir میتونید فایل های خیلی خوبی رو بهش دسترسی پیدا کنید. مثلا تو قسمت آموزش های مختلفی وجود داره، تو قسمت دوره ها انواع نمونه کد های مختلف برای میکرو کنترلر رو میتونید اینجا ببینید و همچنین تو قسمت دوره های ویدیویی، دوره هایی که به صورت ویدیویی هست رو میتونید تهیه کنید. اما بریم سراغ این که ساختارای مبدلای DAC به چه شکلی هست. حالا من دو تا از ساده ترین مبدلهای DAC رو آماده کردم و در این قسمت میخوام شما رو با این مبدلها آشنا کنم. اولش مبدل حالت weighted resistor هست، مبدل DAC بر اساس مقاومت های وزندار. یه مقاومت خیلی بزرگ وجود داره، 20 کیلو، وزنشون هی نصف میشه، بعد 10 کیلو، 5 کیلو، 2.5 کیلو، 1.25 کیلو، به همین شکل که میریم جلو دیگه یه مقاومت خیلی کمی رو شاهد خواهیم بود و این مقاومت مثل بیت پرارزش میمونه. من توی پروتئوس یه مقاومت آوردم و یه لاجیک استیت. حالا اگر شبیه سازی رو اجرا کنم، میتونم با 1-0 کردن هر کدوم از اینها ببینم که چی میشه، خروجی چی میشه. این معادل صفرش معادل صفره و یکش معادل 5 ولته، یعنی انگار من الان به اینجا دارم 5 ولت اعمال میکنم و وقتی 5 ولت به اینجا میدیم، خروجی معادل 2.5 ولت به ما میده. علتش هم اینه که این مقاومت های دیگه همه با هم موازی یه جورایی شدن، چون یه طرفشون به هم وصله، یه طرفشون هم که کلا زمینه، اینا همه با هم موازی میشن و معادل موازی اینها چیزی در حدود همین 156 اوهمه و اون تقسیم ولتاژی که اتفاق میفته باعث میشه نصف ولتاژ توی خروجی این مبدله بیفته. و حالا اگر 5 ولت رو به شاخه های پایین تر بدیم، اون ولتاژ 2.5 ولت هر دفعه نصف خودش رو توی خروجی میتونه نشون بده. حالا یه ضعف این روش اینه که مقاومت های خیلی دقیقی رو نیاز داره و ما معمولا این مقاومت های دقیق رو نمیتونیم توی بازار پیدا کنیم و از اون گذشته اگه بخوایم تعداد بیت های ورودی رو، الان 8 ورودی داریم، تعداد این ورودی ها رو بیشتر کنیم، مجبور میشیم مقاومت رو از این طرف خیلی بزرگ کنیم، مقاومت مثلا 40 کیلو، 80 کیلو، 160 کیلو و عملا امکان پذیر نمیشه، چون مقاومت های در حد دیگه مگا اوم خیلی نویز پذیر میشن و اگر بخوایم از این طرف کاهش بدیمش بازم خیلی جالب نیست و اون جریاندهی مناسب رو نمیتونه برای ما فراهم کنه و بهتره که یه روش دیگه ای رو برای ساخت مبدل DAC انجام بدیم و اونم استفاده از روش R2R هست. یعنی چی؟ یعنی حالا من اینا رو به هم چسبوندم که بتونید همه رو توی یه دیدگاه ببینید. خب توی این روش شاخه های در واقع افقی مقاومت های 2R دارن و شاخه های عمودی مقاومت های R دارن به این شکل و باز دوباره در این حالت ما فرض میکنیم که اینجا داره 5 ولت میاد و
باز هم ملاحظه میفرمایید که 2.5 ولت توی خروجی ایجاد میشه. آخرین شاخه مقاومتش با مقاومت شاخه افقی 1 یعنی 10 کیلوه. این دوتا با هم موازی میشن، معادل اینا 5 کیلو میشه. 5 کیلو با 5 کیلو دوباره سری میشه، میشه 10 کیلو. دوباره با این موازی میشه 5 کیلو. همینجوری بیایم بالا، اینجا یه 10 کیلو داریم، اینجا هم یه 10 کیلو داریم که به زمین خورده و نصف ولتاژ در این حالت توی خروجی میفته. اینا وقتی با هم سری موازی بشن و وقتی بعدی 1 بشه ولتاژ کمتری رو میگیره. اگر کلن همه اینها 1 باشن، همون ولتاژ 5 ولت رو توی خروجی داریم، برای اینجا هم همین شکل. وقتی اینا 1 هستن ما 5 ولت رو داریم، و اگر این همه اینا 1 باشن اولی 0، حدوداً 2.5 ولت رو خواهیم داشت و ترکیب همه اینها با هم همون 5 ولت رو به ما میده. حالا یه تولرانس کوچیکی هم ممکنه پیش بیاد که مسئله ای نداره. پس از این دوتا ساختار به صورت ساختارهای پسیو استفاده میشه. در این ساختارها ما دیگه ولتاژ مرجع نداریم و ولتاژ ورودی خودش یه جورایی ولتاژ مرجع به حساب میاد. یعنی اگر ما ورودیمون 0 تا 3.3 باشه، خروجیمون هم از 0 تا 3.3 میتونه تغییر کنه، یا اگر ورودیمون از 0 تا 5 ولت باشه، خروجی هم به همین شکل میتونه کار کنه و عمل کنه. اما حالا از این روش مبدل در واقع دیجیتال به آنالوگ یه کاربردی هم استفاده شده. اینجا یه میکرو کنترلر AVR هست، یه IC لچ گذاشتیم و حالا IC لچ هم الزامی نبود، میتونستیم نذاریم، چون روی اون بردی که این پروژه تست شده IC لچ بود دیگه اینجا اضافه شده و این خورده به یه مبدل دیجیتال به آنالوگ و در نهایت یه خروجی آنالوگ تولید کرده. حالا این خروجی آنالوگ رو ما میتونیم با کمک فیلتر، مثلا یه خازن و مقاومت و یه تقویت کننده و اینها، صافش کنیم. حالا من اینو اجرا میکنم ببینیم که یه کاربردش چی میتونه باشه. همینجوری که ملاحظه میفرمایید تو صفحه اسیلوسکوپ یه موج سینوسی ساخته که فرکانسش مداوم در حال تغییره. فرکانسش، حالا اگه من اینو بیارم این ورتر، از مقدار آروم آروم از مقدار زیاد داره به مقدار کم هی نوسان میکنه. مقدار فرکانس مداوم داره تغییر میکنه در این حالت. و حالا میتونه مثلا این به عنوان تولید یک صوت استفاده بشه، مثلا یه آژیر باشه، صدای آژیر رو پخش کنه با این تغییرات فرکانس. پس این هم یه نمونه کاربردشه. حالا ما میتونیم این مبدل رو توی پتانسیومتر دیجیتال، توی کنترل مثلا PWM یه موتور یا حالا هر چیز دیگه استفاده بکنیم، چون PWM هم معادلش میشه یه ولتاژ، یه ولتاژ معادلی که با اون میتونیم مثلا نور LED ها رو کم و زیاد کنیم و یه کار اینجوری انجام بدیم. حالا اگر اینجا ما یه خازن بیاریم و یه خازن اینجا قرار بدیم که حالا مثلا مقدارش 100 نانوفاراده، باعث میشه که اون شکل پله پله ای این مبدل DAC بهبود پیدا بکنه. حالا اگه من اینجا اضافه کنم یه مقدار اون ساختار پله پله ایش رو، یه تریگرش رو من بیارم بالاتر. فقط خازن حالا 100 نانو خیلی زیاده دیگه، میبینید که حالت سینوسی خودش رو پیدا کرده، ولی یه مقدار دامنش داره کم و زیاد میشه، چون خازن تو فرکانس های بالا یه جورایی مثل مدار باز، یعنی اتصال کوتاه عمل میکنه و باعث افت ولتاژ میشه. این هم حالا با کمک اوپمپ و این چیزا میشه اینو بهبود داد. پس تو این جلسه ما ساختار 2 مدل دک رو بررسی کردیم. حالا جلسه آینده دک های بیشتری رو با هم میریم میبینیم.
لایک و کامنت و فالو و سیو و اشتراک فراموش نشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار.